سلام سلام خدمت دوستان عزیزم همراهان همیشگی چنل یوتیوب مثل ریچی ارزمند مثل وحشتی هستم با یک ویدیو درباره توکن محبوب شیبا اینو در خدمت شما عزیزان هستم و میخوایم راجب به شیبا صحبت بکنیم اخبار اتفاقات و مسائل مهمی که برای شیبا اتفاق افتاده رو خدمتتون بیان بکنم میدونم تعداد هولدر های شیبا توی این چنل کم نیست پس حتما حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید که قرار خبرهای بسیار مهمی رو بهتون بگم فقط قبل از شروع ویدیو برای اینکه داخل قرعه کشی دهکاری شدن چنل شرکت بکنی لطفا لطفا ویدیوها رو همه رو لایک بکن کامنت بزار و اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو هم روشن بکن تا از مطالب جدید و روزانه ما با خبر بشی و در قرعه کشی هم شرکت بکنی خب بریم سراغ شیبا ببینیم وضعیت به چه صورته آخرین ویدیو ما راجع به شیبا مربوط میشه به 8 روز پیش این ویدیو که خب من توش گفتم سورپرایز بزرگ شیبا و با توجه به خبرهایی که بود و با توجه به حالا فانت هایی که رسیده بود حدس می زدم که امکان داره رابین هود بیاد و برای کریسمس و برای سال نو میلادی به عنوان هدیه و به عنوان ایدی به کاربران خودش و به هولدرهای های شیبا بیاد و توکن شیبا رو لیست بکنه که این اتفاق باعث می شد یه پامپ خوبی شیبا بزنه و قیمت سودی بشه اما از تقریبا پنجشنبه هفته پیش یه خبری رو من خوندم و خودم هم یک سری محاسبات کردم که ببینم این خبر چقدر درسته و بعد بیام اعلامش بکنم بهتون و متاسفانه دیدم که بله واقعیه و مثبت بود و گفتم که خب الان وقتشه که شما هم در جریان بذارم ببینید دوستان من خودم از هولدرهای شیبا هستم تعداد زیادی توکن شیبا داشتم ولی خب بخشیش رو فعلا فروختم و توی جاهای دیگه سرمایه گذاری کردم ولی هنوز هم یه مقدار دارم و از اگر دقت کرده باشید توی اکثر ویدیوهایی که من برای شیبا ساختم ازش حمایت کردم و واقعیت رو بیان کردم توی این ویدیو هم میخوام واقعیت رو به شما بگم پس امیدوارم که دوستانی که حالا هولدر ش... واقعی شیبا هستن از این اخبار بتونید یک نتیجه گیری خوب بکنید برای آیندهتون و برای آینده مالیتون ابتدای امر بریم وضعیت شیبا رو با هم دیگه توی بازار چک بکنیم ببینیم به چه صورت هست خب متاسفانه کماکان نمودار بازار کاملا سقوط سقوطی هست و قرمز هست بازار کاملا قرمز بیت کوین در حال حاضر هزار دلار اتریوم 3800 دلار و دارید مشاهده میکنید تمامی توکن های بالا قرمز رنگ هستند فقط حالا میشه گفت یک سری توکن های محدود هستند که یکم سبز و مثبت هستن اون هم در حد یکی دو درصد و واقعا زیاد جالب نیست این بازار اما خب روند طبیعی بازاره و باید طی بشه ما اینجا داریم مشاهده میکنیم دوج کوین و شیبا که قبلا توی رتبه های هفتم و هشتم بودن اومدن و رتبه دوازدهم و سیزدهم رو به خودشون اختصاص دادن این دو تا آلت کوین یا دو تا میم کوین بزرگ دنیا که خب رکوردای خوبی هم تونسته بودن بزنن در حال حاضر وضعیت خوبی ندارن خب ما فعلا راجع به دوش صحبت نمی کنیم صحبتمون راجع به شیباه در حال حاضر 4 28 یه جورایی میشه گفت برگشته به قیمت تقریبا دو ماه های پیشش بکنم یا پنجاه روز پیش حالا نمودارش رو با هم بررسی میکنیم نسبت به دیروز 8 درصد افت قیمت داشته و خب مارکت کپش رسیده به 15 میلیارد دلار مارکت کپی که تا نزدیکی 50 میلیارد دلار هم رفته بود و حالا یک سری از دلایل رو بهتون میگم تو این ویدیو که بدونید و بفهمید دلیلش حالا صرفا قرمزی بازار نیست درسته فعلا بازار قرمزه برای همه توکن ها اینجوریه و وضعیت همه توکن یه ذره خرابه و قیمت ها اومده پایین اما شیبا خودش هم یک سری کارها کرده که متاسفانه این وضعیت به وجود اومده و حجم معاملات 24 ساعت گذشته رو اگر بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم 934 میلیون دلار حجم معاملات 24 گذشتهش هست که اومده به زیر میلیارد و در حال حاضر 934 میلیون دلار حجم معاملاتشه این هم تعداد سابلای در گردشش هست که خریداری شده و این هم نموداری که دارید میبینید کاملا اومده پایین و همه چیز توی این نمودار مشخص حالا یک سر هم به نمودارها بزنیم خب تعداد هولدرهای شیبا که خیلی زیاد شده نزدیکی های یک میلیون صد هزار هلده رسیده و خب این اتفاق اتفاق, اتفاق بسیار مثبتیه اما قیمت خب قیمت جالبی نیست نمودار 24 ساعت گذشته رو میبینیم که افت 8 درصدی رو داشته و از 31 اومده تا مرز 28 نمودار 7 روز گذشته رو اگر بخوایم ببینیم مجددا بازار کاملا قرمز بوده بازار شیبا و سقوط زیادی نسبت به حالا باقی توکن ها داشته البته زیاد نه به اون معنی ولی خب قابل توجه بوده توی هفته پیش 4035 رو ما داشتیم تا نزدیکی 4036 هفتم این قسمت رفته ولی در حال حاضر رسیده به 4028 و در نهایت یک ماه گذشته رو هم ما اینجا شاهدیم که از 4046 اومد پایین تا نزدیکی 4036 و, و 7 و این قسمت زمانی هست که توی صرافی کراکن لیست شد یک پامپ خوبی داشت تقریبا تا نزدیکی های 60 رفت ولی مجدد دوم نیورد و اومد پایین و در حال حاضر روی 28 قرار داره و خبری راجع به صرافی جدید که خب صرافی معروفی که بخوایم بهش اشاره کنیم وجود نداره صرفا صرافی های معروف قبلی هستند به علاوه اینکه فعلا هم از رابین هود خبری نیست حالا بریم سراغ خبری که میخواستم بگم بهتون خب خبر راجع به ساپلای و توکن های در گردش اینو هست که تقریبا حدود یک ماه یا چهل روز پیش فکر کنم توی ویدیوها صحبت کرده بودم راجع بهش که مقدار توکن در گردش شیبا رو سایت کوین مارکت کپ درست نشون نمیداد خب اون موقع ما فکر میکردیم که سایت کوین مارکت کپ از قصد داره توکن ها رو کم و زیاد نشون میده که توی قیمت و توی حالا نوسانات شیبا دست داشته باشه و بخواد دستکاری بکنه اما هفته پیش من متوجه شدم که متاسفانه این توکن ها توسط خود شیبا وارد چرخه نشده بود و یه جوری شیبا همه رو گول زده بود حالا دلیلش چی بود بذارید اول تعداد توکن ها رو دقیق بهتون بگم تعداد 384 هزار میلیارد توکن در گردش بود اون موقع که یک چیزی حدود 210 هزار میلیارد توکن شیبا توی چرخه نبود و اون موقع شیبا مارکت کوین مارکت کپ رو متهم کرده بود به درست نشون ندادن توکن های در گردش و میگفتش که نه این توکن ها هستن منتها کوین مارکت کپ درست نشون نمیده آمار رو ولی شیبا این تعداد این 210 هزار میلیارد توکن رو نگه داشته بود برای زمانی که رابین هود بیاد و حالا شیوا رو لیست بکنه چون خیلی ها منتظر بودن این اتفاق بیفته و بعد از اینکه حالا رابین هود این توکن رو لیست کرد شیوا میخواست اون توکن ها هم وارد بازار بکنه که یه جورایی بتونه عرضه و تقاضا رو دست بگیره و خب طبیعتاً تعداد کاربران رابین هود بسیار زیاده توی دنیا و اگه لیست بشه و یا اگر اون موقع لیست میشد طبیعتا استقبال بسیار زیادی بود به خاطر همین شیبا اون حجم از توکن رو نگه داشته بود برای زمانی که رابین هود لیست بکنه اما رابین هود لیست نکرد و فعلا هم خبری از لیست شدنش نیومده خبر رسمی نیومده و متاسفانه شیبا هم مجبور شده این توکن ها رو وارد چرخه بکنه و بیاره توی بازار و یه جورایی این افت قیمت مربوط میشه حالا علاوه بر بازار علاوه بر اینکه بازار کاملا قرمزه یه جورایی افت قیمت شیبا مربوط به وارد شدن این توکنهای های جدید هم میشه خب حجم کمی نبوده نزدیک به شاید حدود چهل درصد توکنهای جدید وارد شده چون راهی دیگه نداشته شیبا و باید این توکنها رو یه کاری میکرد و اومده وارد بازار کرده و حالا قیمت اومده پایین و فعلا هم رو به پایین هست خب حالا شیبا اینو که متاسفانه به هولدرهاش دروغ گفته بود و این کار واقعا کار ناشایستی بود و حالا باید منتظر دو تا اتفاق باشیم یا اینکه رابین هود بیاد شیبا رو لیست بکنه و حجم تراکنش ها بره بالا یا اینکه شیبا اینو بیاد و توکن سوزی هاش رو بسیار بسیار زیاد بکنه حداقل 50 60 درصد از توکن هاش رو بسوزونه حجم بسیار زیاد توکن های شیبا اینو باعث شده که قیمتش پایین باشه و در حال حاضر هم این 4028 با این حجم از توکن و حالا این مارکت کپ قیمتش مناسبه ولی تعداد توکن هاش من قبلا هم ویدیو هام گفتم تعداد توکن های شیبا اینو بسیار زیاده و متاسفانه فعلا هم فکر قوی برای توکن سوزی نکرده یه سری برنامه ها داشته که حالا با هر خرید انقدر سوزونده بشه با این کار بشه ولی خب برای رشد کردن یه توکن برای رشد خوب باید حجم اون توکن ها کم بشه توکن سوزی زیاد بشه و از این جور اتفاقات بیفته این مهمترین خبری بود که هفته پیش من خودم متوجه شدم رفتم تحقیق کردم و همینجوری نیومدم اعلام کنم و دیدم درسته و توی یک وایس چتی هم شی حالا از افراد اهل یکی از کشورهای خارجی که خودشون یک توشنی رو لانچ کردن جدیدن اومده بودن صحبت میکردن که پارسال تقریبا همین موقع که شیبا لانچ شده بود این فرد با حالا گروهشون یک چیز حدود 400 هزار دلار چهارصد هزار دلار اون موقع شیبا خریده بودن و یه جورایی میشه گفت یکی از بزرگترین نهنگای شیبا بودن و این, این رشد شیبا تونسته بود یک حجمی از دارایی زیادی رو بهشون بده که خب با همون حجم حالا خودشون اومده بودن یه توکن جدیدی رو لیست کرده بودن و توی اون وایس چت ایشون داشت میگفتش که شیبا دروغ گفته به هولدرهاش و یک سری مشکل ها که متاسفانه خدمتون گفتم حالا بریم سراغ یه سری خبرهای دیگه دوستان دقت بکنید من حالا این موضوعاتی که خدمتتون مطرح میکنم صرفا برای ترسوندن یا اینکه شما برید خالی بکنید بفروشید با ضرر بفروشید و از اینجور صحبت ها نیست من گفتم خدمتتون خودم هم در حال حاضر یه بخشی از توکن های شیبام رو نگه داشتم و نظر شخصی اینه که فعلا باید صبر کرد و باید ببینیم برنامه شیبا برای کریسمس و حداقل تا آخر سال میلادی چیه من قبلا یه جورایی تقریبا 70 80 درصد مطمئن میگفتم که تا قبل از شروع 2022 شیبا یک صفر میندازه که با خب هفته پیش با شنیدن این خبر و با حالا بررسی هایی که کردم و صحت این خبر متاسفانه از موضع خودم عقب نشینی میکنم این اتفاق به نظر من نمیتونه بیفته حداقل این بر سال مگر اینکه شیبا بیاد یه سری کارها رو انجام بده و اون توکن سوزیه انجام بشه رابین هود لیست بکنه که این ورسال سال بتونیم شاهد این باشیم ولی خیلی بعیده و اگر هم قرار به اتفاق خاصی باشه برای سال 2022 -20 -20 -20 -20 قرار هست که بیفته و ما باید شاهد اون موقع باشیم پس شما باید هولدر شیبا بمونید تا حالا قیمت برگرده بالا و اگه قصد فروش یا حالا هر کاری داشتید اون موقع انجام بدید که ضرر نکنید توییتر شیبا در حال حاضر فعالیت خاصی نداره فقط چهار روز پیش یک ویدیویی گذاشته بود که یک سگی روی برف داشت سر میخورد که خب معمولا شیبا از این جور متنها و خبرها و تصاویر زیاد میذاره و خیلی علاقه داره به این خبرهای مرموزانه که بیان و کاربرا بیان و از اینجور جور چیزا حدس بزنن خب حدس یه سری از کارشناسا این بود که شیبا میخواد شیباریوم رو راه اندازی کنه شیباریوم همون بلاکچین چین شیبا شیباست که قبلا هم صحبت کرده بودیم اگر این اتفاق بیفته خب خوبه شیبا خودش صابونه میشه میره روی بلاکچین چین اختصاصیش طبیعتا اتفاق خوبیه میگم خیلی ها از این ویدیو اومده بودن این برداشت رو کرده بودن ولی فعلا خبر قطعی نیومده و اکانت رسمی شیبا هم پست دیگه ای نذاشته و کاملا تو سکوت خبریه یه شخص دیگه هم هست آقای کوزاما که خیلی راجع به شیبا خب یکی از سران شیبا هست و خیلی هم فعال یه سر به پیج ایشون هم بزنیم خب این آقای کوزاما هم قبلا خیلی توی توییتر فعال بود ولی در حال حاضر خیلی کمرنگ شده حضورش و ما میبینیم توی صفحش که آخرین فعالیتش مربوط میشه به سه روز پیش که حالا عکس نظرسنجی بوده راجع به شیب و دوچ که حالا شیب یه رکورد خوبی رو زده و حالا عکس از اون گذاشته معمولا ما شخصیت آقای کوزاما رو یک شخصیت فعال میدیدیم توی توییتر که خیلی خبرهای مختلف میداد ولی فعلا این یک هفته اخیر خیلی غیر فعال و منفعل شده این سکوت خبری میتونه نشون دهنده این باشه که حالا دارن یک سری اتفاقات رو رقم میزنن و قراره که بیان و حالا یه سری اتفاقات مثبت رو انجام بدن یا میتونه برعکسش هم باشه ولی من به برعکسش اشاره نمی کنم و نمیخوایم منفی بافی بکنیم منظور از منفی بافی یه موقع سوء برداشت نشه یه موقع قرار نیست اسکم بشه یا نمیدونم صفر بشه یا همچین چیزی نه منظور اینه که یک مقدار با توجه حالا به این خبرهایی که اومده اینا نمیخوان عکس العمل نشون بدن و قیمت رو میخوان یه مقدار دیگه هم بیارم پایین ولی من میگم به اون اصلا کاری ندارم و سکوت خبریشون رو میذاریم بر پایه فعالیتشون و اینکه به زودی یه سری اتفاقات خاص قرار بیفته و خبرهای خاص دیگه ما تو پیج ایشون نمیتونیم ببینیم که بشه مثلا بهش تأکید کرد و بتونیم بگیم که خب بر اساس این خبر میتونه اتفاق مثبتی بیفته فعلا اخبار و حالا مسائل مهمی که در دست هست و میشه بهش اشاره کرد همین اخبار هست اما شیبا ثابت کرده که یک توکن مرموزی یک تیم مرموزی داره همونجور که مشخص نیست این توکن ساخته کی هست و صاحب اصلیش مشخص نیست همونجوری هم مرموز مونده و هر لحظه امکان داره اتفاقات عجیب و غریب راجع به این توکن رقم بخوره و قیمت رو بتره کنه و میگم ما همه ای این صحبت هایی که چه بنده و چه باقی کارشناسان دوستان و افراد فعال توی حوزه کریپتو مطرح میکنن صرفا بر اساس مطالب و خبرهایی که وجود داره و تحلیل هایی هستش که میشه انجام داد و اون برای ماجرا بحث خود شیبا هست که میاد و یه دفعه همه رو غافل گیر میکنه احتمال این وجود داره که شیبا بخواد برای شروع سال جدید یه ایدی بسیار خوبی رو به هولدرهاش بده من خودم هم امیدوارم که این اتفاق بیفته و یه ایدی خوبی رو بده حالا میخواد شیباریون باشه میخواد لیست شدن توی رابین هود باشه میخواد بازی شیبا باشه میخواد حضورش تو متاورس یا حالا هر چیزی که ما منتظرشیم هر اتفاقی که قرار بیفته براش امیدوارم که تا قبل از 20 2022 یکی دو تا از این اتفاقات رو بتونه رقم بزنه تا یه شوک مثبتی رو به بازارش بده و اون هیجان و شور و اشتیاق هولدرها رو دوباره ببره بالا و همه ما امیدواریم که این اتفاق مثبت بیفته باز هم من تاکید میکنم دوستانی که هولدر شیبا هستن یا توکن شیبا رو دارن با این حالا خبرهایی که من گفتم بهتون لطفا نفروشید یا خالی نکنید چون میدونم در حال حاضر 70 80 درصدتون توی زرر هستید و اگه بخواید الان بفروشید قطعا ضرر میکنید من دوست ندارم این اتفاق بیفته پس بهتون میگم فعلا صبر بکنید فعلا هیچ عکس عملی نشون ندید صبر بکنید بذارید ببینیم تا آخر امسال و اوایل سال جدید میلادی چه اتفاقی میفته امیدوارم اتفاق مثبت باشه و بعد از اون حالا در خدمتتون هستیم و بررسی میکنیم تا ببینیم وضعیت به چه صورته ولی خواهشان فعلا احساسی عمل نکنید و فعلا سرمایه‌تون رو دور نریزید البته باز تصمیم گیری به عهده خودتونه مدیریت سرمایتون دست خودتونه یه موقع هست یکی فکر میکنه که آقا اگر همین الان هم شیبا ها رو بفروشه و ببره توی یک توکن دیگه بریزه میتونه این ضرری که این بر کرده رو اون بر چند برابرش رو سود بکنه خب این تصمیم گیری به عهده خودتونه من هیچ توصیه ندارم ولی اگر میخواید خالی بکنید و هیچ تصمیم خاصی هم ندارید و صرفا با این خبرها میخواید این کار رو بکنید من بهتون میگم دست نگه دارید و این کار رو انجام ندید و فعلا بمونید امیدوارم که اتفاقات مثبت بیفته و ممنون از شما که تا آخر این ویدیو همراه من بودید مرسی که لایک میکنی کامنت میذاری و اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو هم روشن بکن تا جدیدترین خبرها رو ببینی و متوجه بشی اگر هم اتفاق جدیدی رقم بخوره من به سرعت داخل همین چنل و حالا توییتر و باقی جاهایی که دارم و شما هم بهش دسترسی دارید منتشر میکنم تا شما خیلی سریع با خبر بشید و در جریان قرار بگیرید ممنونم از همتون تا یک روز دیگه و یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم مرسی یا هم